سلام به صنف نقاشی مادر خوش آمدید موضوع امروز ما بررسی هست بیاین که به ایدو رسامی ببینیم شباعت ها و تفاوت های وجود داره به نظر شما چی هستن؟ حدس بزنید؟ یک اشاره برای تفاوت ها در موضوعی است که ما قبلا هم گفتیم حدس زدید؟ خب شباعت ها دری است که هر دو نقاشی یک اتاق نشیمن هستند و تفاوت دری است که نقاشی پایین با جزئیات بیشتر مشاهده و ترسیم شده اکنون ما به شما نشان میتونم که چند نفر مطالب مختلف را مشاهده و بیان کردم این یک بوت نایک است این نمای جانبی نیست بلکه نمای پیشروی است تر ساده به نظر می رسد اما اگر دقت بکنید می بینید که طوری ایبوت بوت تزین یا دیزاین شده که در پیش رویش لوگوی بوت ورزشی و حتی حروف نایک و جزیات دوخت هم بیان شده. ای هم بوت های نایک است. قبلا ما فقط نمای پیش روی را رو می دیدیم اما حال نمای جانبی پیش روی پشت و حتی کف بوت هم می بینیم. آیا می بینید که آنها با جزیات بیشتر نسبت به قبل بیان شده؟ به جز این واقعیت که رنگی نیست. الگوها و یا جزئیات بیان می شود تا جایی که بتوانیم بافت کفش را هم احساس بکنیم. ای بوت مردانه در سمت چپ و بوت کتانی زنانه در سمت راست است. بوت مردانه نه تنها با مشاهده یک طرفه که بوت بلکه چپ راست و حتی زیر آن و بوت کتانی زنانه هم مشاهده کناره ها پیشوری و پشت نمایان می شود. این تصویر بسیاری از بوت های لیست شده است. مورد قبلا به شما نشان دادم، امده تن با رنگ و کم یا بدون رنگ بودند. بنابراین میخواستم نقاشی های رنگی را هم به شما نشان بدهم. اگر به یک فروشگاه بود بروید می توانید تعداد زیادی از بودها را با طرحها و رنگ های مختلف ببینید. اگر تا به حال بودها را از نزدیک مشاهده نکردید لحظه به بودهای افرادی که در اطراف را می روند یا زمانی که به یک فروشگاه بود می روید ببینید. بیایید ای بار نگاه به با بکس ها بندازیم. می بینید که طراحی هر متفاوت هستند. این فرد انواع بکس ها را از بکس های خرد گرفته تا بکسهایی که سایز متوسط دارند و حتی بکس های سفری در مشاهده و بیان کرده. این بار فقط بکس های زنانه چینده شده است. بکس های با ترهای مختلف از بکس های دستی کوچک، بکس های کناری گرفته تا بکس های سبک پشتی. اگر دقت بکنید می توانید مواد بکس ها را که چی نرم و چی سخت هستند بدون دست زدن به آنها حس بکنید درست است این چقدر مفصل است این بکس چطور است به نظر شما چه تفاوت داره با بکس هایی که قبلا دیدیم بله بکس هایی که قبلا دیدیم عمدتا از بیرون بودند اما این بکس داخلی را با دقت بیشتر بیان می کند آیا کسی که ای را کشیده فکر نمی کند داخل بکس جالبتر از بیرون بکس است بنابراین آن را این بیان می کند. آنقدر آن دقیق است که می توانیم تعداد جیب ها اندازه و جنس آن را با جزیت بگوییم. از این بعد من قصد دارم ساخته شده از مواد سخت مانند پلاستیک شیشه و چوب را به شما نشان بدهم. این نمایش از بیتری آب و یک چکمک است. خیلی خوب است که بتوانید همه چیز را از طراحی گرفته تا رنگ و میزی در یک نگاه ببینید. آیا می توانید بگویید که آنها برخلاف بکس های پارچه ای بسیار سخت هستند؟ به ترتیب بسیار مهم است که بافت شعی را که مشاهده می کنم به خوبی بیان بکنم. حال ما یک موی داریم که از آن برای خوش کردن موهای ما استفاده می کنیم. ای شخص پس از ترسیم ظاهر خوشکان از زوایای مختلف شکل آن را که بیشتر دوست داشت در وسط ترسیم کرد و رنگامیزی آن را به پایان رساند. وقتی شما یک شعر را مشاهده و بیان می کنید فکر می کنم خوب است که از زوایای مختلف مانند این نگاه به آن را تمرین کنید اینا دوربین هستند همچنین دیدگاه ها را از زوایای مختلف بیان می کند. آیا می توانید بافت سخت را احساس بکنید در واقع کشیدن یک ماده سخت نسبت به یک ماده نرم به دلیل اینکه ایده ای که باید مستقیم کشیده شود ممکن است دشوارتر و سختتر به نظر برسد امیدوار از تم تحت فشار نباشید زیرا مجبور نیستید انگام بیان مطالب سخت مانند اینها خیلی مستقیم بکشید من به عنوان یک هنرمند هرگز نمیتوانم به طور کامل تراحی کنم طبیعی است که خطوط کج می شود. بنابراین نمیخوایم خواهیم از خطکش برای ترسیم آنقدر چیزهای مستقیم استفاده کنید. حال نقاشی را داریم که گروپ های مختلف را بیان می کند که از سقف فاویزان میشه آیا تا به حال وارد فروشگاهی شدید که فقط گروپ بفروشند؟ من دارم وگرچه گروپهای های شبیه به هم هستند اما اگر دقت بکنه تفاوت های ظریف زیادی در طراحی آنها وجود دارد. همچنین از این تصویر می توانید متوجه شوید که آنها شبیه به هم هستند اما هر کدام طراحی متفاوت دارند. قبلا شاید گروپ بودیم که از سقف آویزان می شدند اما این بار گروپ هایی داریم که روی میزها قرار می گیرند. از میان سه در تصویر سمت چپ حتی از نظر رنگ آمیزی جزی ترین نقاشی است. من نقاشی هایی را که به شما نشان می دهم که با چنین جزیات سیقل داده شده هم. زیرا موضوع امروز مشاهده است. نه به دلیل که می خواهم این را به خوبی ترسیم کنید. بنابرای ای یک بار دیگر امیدوار استم که هرگز برای کشیدن نقاشی خوب تحت فشار نباشید. این بار های کتل و اوتور داریم. بیشتر تصاویری که امروز به شما نشان می دهم با نشانگرهای رنگی یا رنگی روی کامپیوتر هستند. این دونیز با نشانگر رنگی می شوند. در بین موادی که به شما دادیم نشانگرها احتمالاً مشابه ترین مواد هستند. اما از آنجایی که قلم نشانه بسیار نازک است کشیدن به این شکل مستقیم ممکن است دشوار و سخت باشد. بنابرای امیدوار هستم که شما نامید نشوید. حال ما مبلمان را داریم. سمت چپ یک چوکی و سمت راست یک قفسه است. ممکن است فکر کنید که کشیدن اشیای بزرگ سخت هستند. اما اگر به تمرین کشیدن اجسام بزرگ ادامه بدهید، در برخی موارد احساس سختی نخواهید کرد. اگر به قفسه سمت راست ببینید، یک طرح پنسل ساده بینید. به همین ترتیب می توانید ابتدا ترهای بزرگ را با پنسل بکشید و سپس به تدریج قسمت های خرد را بکشید. اگر در وقت صحیح کردن اشتباهات هنگام تراحی با پنسل پاک شایده و بیان کنید به زودی می توانید یک تصویر فوقلاده را تکمیل بکنید. یک انگشتر بسیار مقبول است که هر خانم ایره دوست خواهد داشت. در حقیقت بیان لوازم خورد مانندی ای ممکن است سختتر از مابل بزرگ باشد. چون خیلی خورد است. باید خیلی دقیق نگاه بکنید. اگر به سمت چپ ببینید می بینید که حلقه هایی که در طرح مختلف بین شده است حلقه سمت راست بزرگ نمایی بیشتری دارد واقعا زیباست کدام طرح دوست دارید من فکر می کنم بیان لوازم جانبی با طرح که دوست دارید بسیار سرگرم کننده است این حلقه ها چطور می بینید که طرح ها شیک از قبل شده جالبتر به نظر می رسد زیرا فقط نمای جانبی را بیان نمی کند بلکه نمای پیشروی را هم بیان می کند. مانند اینا نمایش دقیق حتی کوچکترین جزئیات را تصویر می نابند. برای شما هم خوب است که هنگام مشاهده و بیان یک شی جزئیات خرد را به تصویر بکشید. حالا ما قصد دارم که چند رسومی از شاگردان مکتب کوریه را نشان بتم. می توانید تفاوت زیاد بین دو عکس ببینید. بی درست است؟ تصویر بالا شکل برگ ها را بسیار ساده نشان می دهد در حالی که تصویر پایین یک برگ را با جزئیات بسیار نشان می دهد این دو شاگرد از اشیای طبیعی عکس گرفتن و با دقت مشاهده و بیان کردند شما چه فکر می کنید شاگرد بالا کاملا رنگ نکرده اما می توانید ببینیم که او با دقت طراحی کرده است و در نقاشی پایین می توانم ببینم که این یک نقاشی دقیق از برگهایی است که در همه جهات کشیده شدند. این شاگرد به مشاهده و بیان گیاه های مختلف پرداخت و نام و توضیحات گیاهان را یادداشت کرد با اینکه از همان رنگ سبز استفاده کنید اگر کم رنگ کنید روشن می شود و اگر شدید بزنید تیره می شود اگر در حالی که قدرت دست خود را کنترل می کنید رنگ می کنید حتی اگر هم رنگ باشد پرتر می شود درست مانند نوع بیان این شاگرد با دو رنگ سبز روشن و سبز تیره در مورد این رسامی ها چطور؟ در تصویر سمت چپ شخص یک درخت کلان را رسم کرده و بافت های تمام درخت را با جزیار بیان کرده. اگر بدن پایی های سمت راست بالا ببینید می توانید الگوهای ریز علامت نایک در بالا و حتی سراخ های کوچک روی آن را ببینید. اگر به اشاره در پایین ببینید می بینید که دارای الگوهای پشت آن تنها و پاهای دقیق است. همان طوری که از آنچه که دانش آموزان ترسیم کردن میبینید آنها کامل نیستند درست است؟ این واضح است همان طوری که هیچ کس کامل نیست، هیچ نقاشی نیست کامل نیست. همیشه به یاد داشته باشید که هر تصویری که میکشید پاسخ صحیح است. بنابراین متعلقا نیازی به ترس از نقاشی وجود ندارد. خب مهمترین چیز در رسم کردن مشاهده ای کشیدن خوب نیست بلکه کشیدن صمیمانه هست مهمترین چیز این است که شما با چه حوصله و پشت کار یک شعر مشاهده و بیان می کنید سپس هزمی اکنون فعالیت ها را شروع می کنید. امروز دو فعالیت داریم بگذارید اولی را توضیح بدهم اولین فعالیت رسم ریلی مشاهده ای است در اینجا دستورالعمل ها وجود دارد یک یک تکی کاغذ و یک شی آماده کنید دو این فعالیتی است که در آن به ترتیب نقاشی می کشید و هر بار یک نفر هم تو به نوبت می کشید تصمیم بگیرید که چه کسی اول شروع می کند سوم ابتدا یک نفر ظاهر شی را مشاهده می کند و آن را می کشد و سپس کاغذ را به فرد دیگر میدهد سپس نفر بعدی با دقت بیشتر به شی نگاه بکنید و آن را بیان بکنید فعالیت دوم نقاشی مشاهده ای هست. دستور فعالیت به شهر زیر است. اول موضوع مورد علاقه خود را انتخاب بکنید. چیزی از طبیعت، میوه، سبزیجات یا اشیای مهم نیست. آنچه را که می انتخاب بکنید. شما باید آنچه را که دوست دارید انتخاب کنید تا هنگام طراحی خسته نشوید. دوم شی انتخاب شده را در مقابل خود قرار دهید و طور مداوم آن را مشاهده بکنید رنگ و شکل را از نزدیک ببینید بی من می خواهم یک بار دیگر تأکید بکنم که طراحی آن جالب فنتزی و مهم نیست آنچه مهم است این است که هنگام نقاشی از آن لذت ببرید و صمیمانه نقاشی بکنید پس خیلی تلاش نکنید که خوب نقاشی بکنید بلکه صبور باشید و آن را جالب جلوه بدهید سپس صنف امروز را در اینجا به پایان می رسانیم. خدا را شکر می کنم که به من اجازه داد باشم. با شما این صنف داشته باشم. لطفا منتظر سنف بعدی باشید. از مشارکت همه شما تشکر می کنم.